بخشی از این کتاب به خاندانی اشاره شده که به باور عده‌ای از نسل مسیح و فرزندان اون هستن و بناست یک روز اداره امور دنیا رو در دست بگیرن. اگه اولین بار ویدیو یا شبکه ما میبینید روی دکمه سابسکرایب با علامت زنگوله کنارش کلیک کنید تا ویدیوهای بعدی رو زودتر ببینید. هنری لینکلن در ادامه بررسی‌هاش برای کشف رازی که در یک کلیسا در جنوب فرانسه مخفی بود به شبکه‌ای مخفی میرسه که سابقه فعالیتش به دوره جنگ‌های صلیبی میرسید. دیر صهیون و شاخه‌های بعدیش که تحت عنوان شوالیه‌های معبد و چلیپ‌های گل سرخ تشکیل شدند. اگه بخشی از توضیحات براتون نامشخص بود میتونید ویدیوهای قبلی رو در لینکی که این بالاست و هم در بخش توضیحات پیدا کنید. اما اگه از ابتدای این سری با ما همراه بودید احتمالاً خط کلی داستان دستتون اومده به این صورت. به باور عده‌ای مسیح و مریم مجدلی با هم ازدواج کرده بودن و رابطه نزدیکشون هم مورد حسادت خیلی از حواریون بود. برای همین مریم مجدلی با اینکه از همراهان نزدیک مسیح بود و میتونست هدایت پیروان اون رو در دست بگیره، بعد از مصلوب شدن مسیح از اورشلیم فرار کرده در حالی که باردار بود. اما برای مخفی کردن این موضوع به استعار گفته شده که مریم جام مقدس رو با خودش از اورشلیم خارج کرده. اون ظاهراً مدتی رو در مصر زندگی میکنه و دخترش به اسم سارا رو هم در همین کشور به دنیا میاره. اما کمی بعد اونها دوباره از منطقه مهاجرت میکنن و این بار از مسیر دریا به جنوب فرانسه میرن. در این منطقه هست که سارا ازدواج میکنه و از نسل اون خاندانی به وجود میاد که تا امروز ادامه داشته. این خاندان در دوره‌ی حکومت بخشی از اروپا رو در دست داشت، ولی بعد از سقوط این سلسله برای بقا و ادامه نسل به خفا رفته و به باور عده‌ای یک روز فردی از این خاندان به عنوان آخرین نجات دهنده ظهور میکنه و بر دنیا حاکم میشه. این باورمندان اعتقاد دارن که گروهی مخفی در طول قرنها مسئولیت محافظت از جان نسل مسیح رو به عهده داشته. گروهی که به اسم دیر صهیون شناخته میشه. اما به کتاب که برگردیم، سلسله پادشاهانی که گفته میشه از نسل مسیح بودن همون پادشاهانی هستن که توی یکی از ویدیوهای قبلی بهشون اشاره کردیم، خاندان مراونژی. درباره سابقه این خاندان توی ویدئویی که لینکش این بالاست و هم در بخش توضیحات صحبت کردیم و به این خلاصه می‌کنیم که اونها از زیر مجموعه‌های قبیله ژرمن فرانک حساب میشن و به روایتی از نسل بازماندگان سرزمین تروا بعد از جنگ معروفش هستند. درباره خاندان سلطنتی مراونژی مشخصا گفته میشه که اونها استادانی مسلط به علوم غیبی بودند و نیروهای جادویی داشتند. در نوشته‌های زیادی از این سلسله تحت عنوان پادشاهان جادوگر هم یاد شده. در بعضی روایت ها اومده که اونها میتونستن با کشیدن دستشون به سر یه بیمار اونو شفا بدن و حتی گفته میشد که منگوله های لبه ردایی که به تن میکردن خاصیتی شفا بخش داشت و گردنبندی هم که داشتن قدرتی جادویی داشت. در برخی نوشته ها اومده که این پادشاهان وردی رو برای محافظت از خودشون بلد بودن و یه نکته عجیب‌تر این که همشون ظاهراً با یه علامت ماه گرفتگی به دنیا اومدن که به نسب خونی مقدسشون ربط داشت و به شکل یه صلیب سرخ بود که یا روی سینه و بالای قلبشون بود یا در فضای بین استخوان شونه هاشون. درباره دوره حکومت اونها هم گفته میشه که مراونژی ها بیشتر از این که به عنوان پادشاه شناخته بشن، حاکمانی با پشتوانه معنوی خونده میشدن که به اعتبار همین نیروی الهی بر سرزمین حاکم بودند.
چیزی شبیه فرانه مصر که گفته میشد از نسل خدایان هستند و به همین دلیل هم شایستگی حکومت را پیدا کردند. گزارش شده که این خاندان مراسمی شبیه مراسم مذهبی داشتند، مثلا در جمجمه‌هایی که از این خاندان به دست اومده در بالای همه سوراخی دیده میشه که شبیه سوراخی هست که راهبان ارشد بودایی در تبت بعد از مرگ هر فرد بالای جمجمه‌اش درست میکردن تا روحشون بتونه به راحتی از جسم خارج شه. هنری لینکلن به کشف مقبره یکی از پادشاهان مروونجی در سال 1653 میلادی هم اشاره میکنه. این مقبره متعلق به شیلدریک یکم پسر مراوی بنیانگذار اصلی سلسله بود. در این مقبره بجز تسلیحات و جواهرات سلطنتی یا لباس و نشانهای پادشاهی چیزهای دیگه هم پیدا شدن که بیشتر از اینکه متعلق به یه پادشاه باشن به نظر می رسید که به سحر و جادو ربط دارن. یکی از نمادهای مقدس مروونجی ها البته زنبور بود و در مقبره شیلدریک یکم هم بیش از 300 زنبور مینیاتور از جنس طلای خالص پیدا شدند. گفته میشه که در سال 1804 میلادی و وقتی ناپلئون با عنوان امپراتور فرانسه تاجگذاری کرد، این زنبورهای طلایی رو به ردایی که در مراسم به تن داشت دوخته بودند تا به خود مراسم و شخص ناپلئون مشروعیت بیشتری داده بشه. پادشاهان این سلسله همینطور چند خدا بودند تا اینکه سومین شاه به اسم کلوویس یکم که میشه پسر شیلدریک یکم در سال 496 میلادی آیین کاتولیک رو میپذیره و مسیحیت میشه دین رسمی قلمرو این پادشاه. کلوویس بقیه دوره پادشاهیش رو صرف کشورگشایی به اسم کلیسا میکنه و هدف اصلیش نشر مسیحیت در قلمرو خودش بود. یکی از گروه هایی که در این دوره کلوویس باهاشون وارد جنگ میشه ویزیگوت ها بودن که ظاهراً به مسیحیتی متفاوت از آیین کاتولیک اعتقاد داشتند. پایگاه اصلی اونها در محدوده شمال کوههای پیرنه بود و بعد از آخرین شکست از ارتش کلوویس به دامنه کوههای پیرنه پناه میبرن و مشخصا در محدوده روستای رنلشتو مستقر میشن. داگوبرت دوم یکی دیگه از پادشاهان مروونجی بود که در سال 656 میلادی به قدرت میرسه. البته در اون زمان فقط 5 سال داشت. داستان زندگیش اینطوره که بعد از مرگ پدرش دیوان سالار قصر داگوبرت 5 ساله رو میدزده و اینطور صحنه سازی میکنه که انگار اون کشته شده و صد البته اینم اضافه میکنه که شاه مرحوم مایل بود که پسر خود دیوان سالار جانشینش باشه. دیوان سالار قصر البته نمیتونه خودش داگوبرت 5 ساله رو بکشه و اونو به دسته راهب میسپاره. راهب هم نمیتونه دست به این کار بزنه و در عوض اون رو به صومعه‌ای در ایرلند میفرسته، جایی که ظاهراً امکانات آموزشیش خیلی بیشتر از فرانسه بود و البته اون این فرصت رو هم پیدا میکنه که در مراسم سلطنتی حاکم ارشد تارا هم حاضر بشه و در نهایت در سال 666 میلادی با یکی از شاه دخت‌های کلت به اسم ماتیلد ازدواج میکنه و به انگلیس میره. 4 سال بعد ماتیلده حین زایمان میمیره و کمی بعد پادشاه وقت انگلیس همسر دومی برای داگوبرت پیدا میکنه. دختری به اسم جیسل که بر حسب اتفاق برادرزاده پادشاه وقت ویزیگوت ها هم بود. یعنی یکی از بازماندگان کسانی که چندین نسل قبل بعد از شکست از کلوویس به محدوده روستای رنلشتو پناه برده بودند. طبق مدارکی که هنری لینکلن پیدا کرده مراسم عروسی داگوبرت و جیسل هم در کلیسای همین روستا برگزار میشه. اینی جایی که قرنها بعد ساختمانی تازه بنا میشه و بنرسونی کارش رو به عنوان کشیش در اونجا شروع میکنه. بعد از بازگشت به اروپا و ازدواج با جیسل داگوبرت به کمک مادرش
دوباره بر تخت سلطنت میشینه و البته گفته میشه که رنه لاشاتو به یکی از پایگاه‌های اصلیش تبدیل میشه و اون بخش عمده‌ای از ثروتش رو هم به این منطقه منتقل میکنه. البته سرنوشت نهاییش این بود که نزدیک به 3 سال بعد از آغاز سلطنت به دست یکی از نزدیکانش کشته میشه. طبق شجرنامه رسمی که از مرونجی ها در دست هست، مرگ داگوبرت پایان نسل مروه از پسر شیلدریک و نوش کلوویس بود و بقیه پادشاهان مرونجی از نسل پسران دیگه شیلدریک بودند. اما در مدارکی که هنری لینکلن پیدا میکنه شجرنامه‌ای بود که نشون میداد همسر دوم داگوبرت یعنی جیسل فرزند پسری به اسم زیگبرت به دنیا آورده بود که در زمان مرگ پدر نوزاد بود و به محض انتشار خبر مرگ داگوبرت یکی از خواهران ناتنیش اونو مخفیانه از قصر خارج میکنه و به سرزمین مادریش یعنی حوالی رنه لاشاتو میبره. زیگبرت تحت سرپرستی خاندان مادری و به اسم مستعار بزرگ میشه و در شجرنامه که به طور محرمانه نگهداری میشد نسل داگوبرت از زیگبرت به تدریج ثبت میشه، شجرنامه که قرنها بعد به دست هنری لینکلن میرسه. اون نوشته که در دوره بعد از مرگ داگوبرت هیچ نوشته مکتوبی که در اون به این پادشاه یا حتی خاندان مروانجی اشاره بشه ثبت نشده که میتونه نشانه روشنی باشه از فعالیت‌های سازمان یافته برای پاک کردن حافظه تاریخی، به این صورت که اگه درباره خاندانی صحبت نشه درباره نسل اونها هم حرفی به میان نمیاد. به دلیل همین حذف حساب شده هم هست که روایت‌های امروزین مربوط به مروونجی‌ها پر ابهام و رازآمیز هستند. به نوشته هنری لینکلن با وجود حذف تدریجی و سازمان یافته خاندان مروونجی از کتاب‌های تاریخ، نام اونها دوباره در قرن 17 میلادی در میانه داستان‌ها و روایت‌های مربوط به شوالیه‌های معبد و جام مقدس و اساطیر و باورهایی که بیشتر به کاتارها ربط پیدا می‌کرد وسط میاد. با چنین برداشتی هست که اعلام جنگ کلیسا به کاتارها و ساکنان جنوب فرانسه و در نهایت کشتار بیرحمانی اونها در دوره ای از تاریخ معنی دار میشه. کلیسا بیشتر از اینکه در پی از بین بردن مخالفانش باشه، سعی داشته در میانه این کشتارها نسلی رو از بین ببره که مدعی سلطنت و حاکمیت مسیح بر دنیا بود. روایت های ما از کتاب خون مقدس و جام مقدس داره به پایانش نزدیک میشه. اگه تا اینجای ویدیو رو هم دیدین لایک و کامنت یادتون نره.